بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من خير أنصاره وأعوانه. اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن أبا الشرور وأتباعه. بینندگان عزیز شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، سلام علیکم، وقت شما بخیر. الحمدلله رب العالمین، خدای تبارک و تعالی، آقا سید و شهدا و آقا امام زمان اجازه دادن که در این ساعت 9:30 شب به وقت کربلای معلا مهمان خانه های شما باشیم از طریق تصاویر مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام که به صورت پنجره ای در خانه های شما باز، همراه با برنامه زنده سلام کربلا از استدیوی بین الحرمین شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا و در همجواری با حرم مطهر آقا سید الشهدا سلام الله علیه، برادر بزرگوارشون آقا ابوالفضل العباس. خیلی خوشحالیم که این اجازه رو داریم، این امکان رو داریم شما رو در جریان وقایع کربلا، وقایع روز کربلا و جمعیت زائر و الان دوربین ما در کجای جاده ناصریه و زیقار هست، منطقه بطحا 290 کیلومتری شهر مقدس کربلا و همچنین تصاویری از خیابان قبله امام حسین خدمت شما انشاءالله تقدیم خواهد شد، اونجایی که مقر مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام استیج برپا شده، پخشای زنده از اونجا خدمت شما عزیزان تقدیم میشه و در نهایت از دوربین های استدیو به شما تقدیم میکنیم دربهای ورودی حرم مطهر آقا سید الشهدا سلام الله علیه، همچنان که در تصویر ملاحظه میفرمایید باب قاضی الحاجات و باب الشهدا رو، و این هم تصویر خیابان موازی بین الحرمین پایین همین شبکه. ماشاءالله جمعیت زائری رو که ملاحظه میفرمایید در حال تردد هستند بین حرمهای شریف مطهر آقا سید الشهدا و آقا ابوالفضل العباس علیهم السلام.
ذریح مطهر آقا ابوالفضل العباس علیه السلام رو هم هر از چندگاهی خدمت شما تصاویرش تقدیم میشه، تصاویر حرم مطهر و ذریح مطهر آقا سید و شهدا علیه السلام خدمت شما تقدیم میشه. همه سعی ما اینه که شما از جای جای شهر مقدس کربلا و مشای با خبر باشید، بتونید به راحتی سلام بدید. این هم تصویری هستش که در مقابل بعثه حضرت آیت الله العظمی حاسه صادق حسینی شیرازی در خیابان قبله دوربینش مستقر هست که در انتهاش حرم مطهر آقا سید و شهدا باب القبله رو شما ملاحظه می‌فرمایید و می‌بینید جمعیت زائر رو الحمدلله رب العالمین که هنوزم که هنوزه لحظه به لحظه به تعداد اونها اضافه میشه و آرزوی قلبی ما اینه که شما خیلی زود مشرف بشید و از نزدیک زائر امام حسین علیه السلام باشید. شاید سوال برای شما پیش بیاد که منظور از افتتاح بعثه در خیابان قبله امام حسین چی هست؟ از این باب که هر کسی سوال شرعی داشته باشه به زبانهای مختلف یا خدای ناکرده شبهه چیزی داره، عزیزان اساتید حوزه ها اینجا هستن، انشاءالله جوابگوی همه زائرین بالاخص افرادی که در این خیابان تردد میکنن باشن. و عرض کردم همه همت و سعی و تلاش مدیریت مجموعه رسانه امام حسین، کادر مجموعه رسانه امام حسین، تصویر برداران، مسئولین صدا، کارگردانان، تمام این کست ها انشاءالله دست به دست هم دادن، کمر همت بستن که شما به راحتی بتونید زیارت بکنید انشاءالله. وقت اون رسیده که بنده دست ادب به سینه بگذارم رو به گنبد و بارگاه آقا سید و شهدا و شما هم در هر کجای این کره خاکی که الان بیننده مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام هستید، در حد مقدور به احترام آقا سید و شهدا سر پا باشید انشاءالله. خدمت اربابمون، خدمت امام مهربانی ها، خدمت آقای بی کرفنمون عرض سلام داشته باشیم، عرض حاجت داشته باشیم. خیلی زیاد برای سلامتی و فرج مولامون آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف دعا بکنیم. در ضمن اون دعاها برای سلامتی بیماران، برای رحمت و غفران الهی از باب اون خدمتگزاران امام حسین علیه السلام که الان دستشون از دنیا کوتاهه، یا هر کسی که الان فوت شده انسی داشته با آقا امام حسین و خدای ناکرده بد وارث هستش یا بی وارث، انشاءالله همه سلام هامون رو هدیه بدیم به حضرت بی بی نرجس خاتون مادر آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، که این بی بی بزرگوار هم دست به دعا بردارند و فرج فرزندشون رو از خدای متعال بخواهند. آماده اید؟ هر که دارد هوس کرب و بلا، بسم الله. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك وعلى جدك المصطفى، السلام عليك وعلى أبيك المرتضى، السلام عليك وعلى أمك فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين،
السلام عليك وعلى أخيك المجتبى، السلام عليك وعلى الأئمة من بنيك، خصوصا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام على الخد التريب، السلام على الشيب الخضيب، السلام عليك يا سيد شباب أهل الجنة، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ساقي عطاشا كربلاء، السلام عليك يا قطيع الكفين، السلام عليك وعلى أمك أم البنين حليلة أمير المؤمنين، السلام عليك وعلى إخوانك وأخواتك، السلام عليك وعلى أطفال الحسين المظلومين. يا كاشف الكرب عن وجه الحسين، اكشف كروبنا بحق أخيك الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. زیارت هاتون قبول باشه بزرگواران. آرزوی قلبیم رو من مرتب تکرار میکنم تا انشاءالله خیلی زود به حقیقت و به وقوع بپیونده. و آرزوی من اینه که همه شما عزیزان، همه با همتون، فرقی نمیکنه چه لهجه و چه زبانی دارید، ساکن چه کشوری هستید، ساکن کشورهای اسلامی هستید یا غیر اسلامی، ساکن اروپا و امریکا و استرالیا و کانادا هستید یا ساکن کشورهای عربی، ساکن کشورهای خاورمیانه، هر جایی که هستید بتونید انشاءالله به راحتی مشرف بشید و این سلامها رو در حرم مطهرشون خدمت ارباب تقدیم بکنید و هر اونچه که دلتون شکست، قطرات گرانبهای اشکتون رو به مادر بزرگوارشون بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها تقدیم بکنید و خدمت این بی بی عرضه بدارید مادر جان، ما همه جوره پای فرزندت امام حسین علیه السلام که ایستادیم، هیچ، پای فرزندت حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف ایستادیم و لحظه به لحظه از خدا میخواهیم که هر جا هستن سلامت باشند و فرجشون بر ما مردمان نزدیک و نزدیکتر بشه، اللهم آمین. شماره تماس رو عزیز دلمون صدا بردار محترم الان تایتل میکنن، 20964، بله ممنونم، متشکر، 20964 771 61 67 100، در اختیار شما هست که انشاءالله صدای خودتون رو به کربلای معلا برسونید. از این که این شماره رو به بقیه عزیزان، دوستانتون، آشناها،
در هر کجایی که دارن زندگی میکنن هدیه میدید ممنونیم، چون الحمدلله رب العالمین سفره‌ای پهن شده به وسعت کل عالم، هر کسی از هر جایی که دوست داره میتونه تماس بگیره، کافی فقط تلفن داشته باشه و اگر اینترنت داشته باشه از طریق واتساپ هم خیلی به راحتی انشاءالله صداش به کربلای معلا میرسه. و از این که همه شما بینندگان سعه صدر به خرج میدید موقعی که تماستون وصل میشه به کربلای معلا، صدای تلویزیون یا گیرندتون رو تا آخر میبندید، از طریق تلفن با ما همراه هستید، خیلی زیاد برای فرج و سلامتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف دعا بکنید. حوائج خودتون مد نظر هست، حوائج دیگران رو هم مد نظر داشته باشید. عزیزی میگفت آقا جان خیلی دعا بکنید برای افرادی که بیمار دارن و بیمار هستن، دعا بکنید برای افرادی که سالهاست ازدواج کردن ولی هنوز نتیجه ازدواجشون که اون فرزندان باشه هنوز ندیدن، برای اینها خیلی دعا بکنید که اینها از جمله افرادی نماشن که بیوارث باشن، بتونن همانند ماها که برای پدران و مادران خودمون داریم طلب مغفرت میکنیم، هدایا میفرستیم، اونها هم بتونن برای پدران و مادران خودشون همین کار رو ادامه بدن. خیلی از شما بزرگواران طی تماس‌هاتون، طی پیام‌هاتون، واقعاً از همه عزیزان زحمتکش مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام تشکر کردید و می‌کنید بابت تصاویر و بابت زحماتشون. من همیشه این جواب رو دارم که عرض بکنم تشکر اصلی رو باید از خدا و بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها، آقا امام زمان و عزیزانی که این مجموعه رسانه‌ای مستقل شیعه رو حمایت میکنن با کمک‌های خودشون، با نظورات خودشون، با وجوهات خودشون این مجموعه رو تقویت میکنن تا بتونه انجام وظیفه بکنه و تصاویر کربلا و نجف و کاظمین و سامرا و بقیه بقاع متبرکه در کشور عراق رو به کل دنیا مخابره بکنه و صدای مظلومیت اهل بیت انشاءالله به همگان برسه. امیدواریم خدا به تمامی شما جزای خیر عنایت بکنه. اولین تماس رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله، به کربلا خوش اومدید. سلام علیکم آجی آقا، خواهر بزرگوارم، قبول حق باشه مالتون، الحمدلله رب العالمین، رزق شما بوده. اولین تماس برنامه امشب با شما شروع بشه، بفرمایید زائر آقا امام حسین علیه السلام باشید. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، خدا وقت فاطمه زهرا و کریم و ارتضای امام حسین، امام حسن مجتبا مستای فرجا زمان رسول شد سلامتیش نزدیک و نزدیکر بسازید. الهی آمین. آیت ما را از دوارای قبر آقا امام زمان قرار بدی. الهی آمین. امام حسین یک رحم روشنی در سر مردم افغانستان کنی. خدا وقتی آقا امام حسین تو خدا کمک کنی که در عریضای کربلا ما را امضا کنی. خدای ما دیگه خدا آرزو نداریم بغیر از زیارت کربلا، و غیر اربعین، و غیر زیارت تابا، تو رو به جان مادر تصمار نامید نکن. الهی آمین. تصویر ذریح باب الحوائج الالله آقا ابوالفضل العباس، مشکل گشای بیدست، الان روی تلویزیون هست با این آقای بزرگوار، با یل ام البنین درد دل کنید.
يا باب العرش يا من دار كربلاء أبي شوتي وغموتك يا دون السمين مدامني عم الفزر مني يا أبا الفضل العباس، يا أبا الفضل العباس، الله آمین. ان شاء الله مادر بزرگوارشون بی بی فاطمه ام البنین دستگیر همه عزیزان باشه. بفرمایید زیارت. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم امام عبدالله. السلام علیکم رسول الله. السلام علیکم یا امیر المؤمنین و سید المسلمین. السلام علیکم فاطمه السلام. السلام علیکم السلام علیکم جميعا و رحمت الله و برکاته. السلام عليكم تمام مامي بن يوش يا ام الفضل يا ام الفضل ترب جون مودانة مدوني دقور زونة دوني مدين ونزوي كربلاء دقي چيز نمي خواهي وخرايا تستيروي كربلاء زوك يا بيبي زينب كبرا اللهم عجل لوليك الفرج. قبول باشه زیارتتون خواهر بزرگوارم انشاءالله. حاجت روا باشید و خیلی زود مشرف بشید و از نزدیک ظاهر امام حسین علیه السلام همراه با خانواده به صحت و سلامتی باشید. ممنونیم از تماستون. یا علی مدد و خدا نگهدار. اگر کارگردان عزیز خیابان قبله رو به ما یه بار دیگه تصاویرش رو لطف بکنه. همینطور که ملاحظه می‌فرمایید عزیزان، الحمدلله رب العالمین، مواکب یکی پس از دیگری داره اضافه میشه، دارن کار خودشون رو شروع میکنن و بعضی از مواکب الان چند روزه که دارن خدمت رسانی میکنن به زائرین آقا سید و شهدا، مائده های آقا سید و شهدا، طعام آقا سید و شهدا رو به نیت فرج آقا امام زمان، به نیت بیمه شدن بدنهای زائرین آقا امام حسین علیه السلام به اونها تقدیم می کنند و زائرین تناول می کنند از برکات آقا امام حسین علیه السلام به واسطه خدمه امام حسین. گوارای وجود همه عزیزان باشه. ان شاء الله نصیب قسمت شما هم باشه، گرچه قطعا در مجالسی که شرکت میکنید و اونجا اطعام میکنن از اون سفره ها هم بهره میگیرید ان شاء الله. تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم برادر بزرگوارم. سلام علیکم آزاد. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. صدای بنده رو دارید؟ استان مازندران هستم، شهرستان رامسه. سلام عرض می‌کنم به علی و کربلا، به آقا قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس صلوات الله علیه، و همچنین برادرت آقا امام حسین علیه السلام. از دو شما را میبوسم و چه شبکه کربلا نگاه میکنم، چنه دیوای شما را میبینم انشاءالله. عتب بوس آقا سید الشهدا در کربلا باشید. بفرمایید زیارت. انشاءالله جمعه از عده میکنم خدمت میرسم. یا الله یا الله انشاءالله به صحت و سلامتی انشاءالله. انشاءالله قربانت. ممنونیم از تماستون. حتما انشاءالله داغو و نائب و زیارتون هستیم.
ممنونیم از تماستون، خوشحال شدیم که فرمودید روز جمعه دارید مشرف میشید. الحمدلله رب العالمین، انشاءالله روزی همه عزیزان باشه. اللهم آمین. یا حسین الشهید، آقا ممنونیم از این که اجازه میدی زائران ما شاء الله اینجا باب الرجاء هستش اگر اشتباه نکنم، عذرخواهی میکنم، باب قاضی الحاجات. ما شاء الله از جمعیتی که داره وارد میشه برای زیارت حرم مطهر آقا امام حسین علیه السلام. همه زبان من فقط این مورد توش میچرخه که انشاءالله روزی همه شما عزیزان باشه. اللهم آمین. تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام آقای مهرعلی زاده. برادر بزرگوارم، زیارات و عزاداری هاتون قبول باشه انشاءالله. سلامت باشید. آقای میرخلف زاده، قبل از اینکه من سلام بدم خدمت آقا امام حسین، بعد از اینکه سلام دادم در حد یک دقیقه و بنده یه وقتی بدید یه بیت شعری هست تقدیم کنم خدمت آقا امام حسین. خواهش میکنم، پس بفرمایید انشاءالله سلام مختصر داشته باشید که بقیه عزیزان پشت خط زیاد نمونن. بفرمایید. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائک، علیکم منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعل الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. قبول باشه. اون یک بیت شعر موضوعش چی هست که میخواید بخونید؟ در مورد محرم امام حسین هست که یه بنده خدای به بنده گفته و من وظیفم هست که دیر بنده خدا رو ادا کنم. انشاءالله که هم شما و هم اون بنده خدا حاجت روا باشید. بفرمایید، فقط طولانی نباشه انشاءالله. هست تماس این عزیز؟ الو، صدای شما رو داریم، بفرمایید. یک لحظه من خیال کردم تماستون قطع شد. بفرمایید بخونید. بله، میگه اصلا حسین جنس غمش فرق میکند، این راه عشق پیچ و خمش فرق میکند، اینجا گدا همیشه طلبکار میشود، اینجا که آمدی کرمش فرق می کند، تا هر جهان شور محرم باقی است، این جلوه جهان در همه عالم باقی است، از ناله نوای یاران حسین همواره به لب زمزمه غم باقی است. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم. احسنتم، طیب الله انفاسكم. خدا انشاءالله هم به شما هم به اون عزیز جزای خیر بده. ممنونیم یا علی مدد و خدا نگهدار شما. حقیقتا همینه، زیبا گفته، نمیدونم شاعرش کیه، ولی استثناهایی که خدای تبارک و تعالی در ارتباط با آقا سید و شهدا، در ارتباط با مصیبتهاشون، در ارتباط با همه چیزشون، خدای تبارک و تعالی برای زیارت خانه خودش شرطهایی رو قرار داده، ولی برای زیارت آقا امام حسین علیه السلام تمام اون شرطها کنار که رفته، هیچ. کلی هم در هر زیارت ثواب اون زیارت خانه خودش رو به زائرین آقا سید الشهدا علیه السلام هدیه میده، گوارای وجود تمام زائرین آقا امام حسین علیه السلام. تماس بعد رو دریافت کنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. برادر بزرگوارم، عزاداری هاتون، زیاراتتون، اعمالتون قبول باشه. مال شما هم قبول باشه.
ممنونم متشکرم. من میخواستم سلام بدم به آقا. خواهش میکنم بفرمایید از کجا تماس میگیرید و این تصویر رو هم خوب ببینید. زائرین اومدن، در حال استراحت هستن با ویلچر و به قول معروف اون کسی که توانایی نداره به این صورت اومده. شما بفرمایید چه احساسی دارید؟ آیا شما هم همین عشق رو نسبت به زیارت آقای امام حسین علیه السلام قطعا دارید تا چند درصد بیشتر؟ بله بله قبطه میخورم من. انشاءالله روزیتون بشه. بفرمایید زیارت. زنده باش. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک یا ابن رسول الله. السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید البصیرین. السلام علیک یا ابن فاطمه الزهرا سیدت نساء العالمین. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغي وبغي الليل والنهار. جعل الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام ورحمة الله وبركاته. قبول باشه زیارتتون، انشالله حاجت روا باشید. زنده بشید انشالله، خیلی زود مشرف بشید. شما هم همراه با این خیلی عظیم زائر به کربلا تشریف بیارید و از نزدیک زائر امام حسین علیه السلام باشید. ممنون شما. این خواهش میکنم. یا علی مدد و خدا نگهدار شما و همه عاشقان آقا امیرالمؤمنین و اولاد معصومشون باشه. در تصویری که از کنار ذریح مطهر آقا سید و شهدا تقدیم شما شد، بعضی از عزیزان رو میبینید قطعه های پارچه سفید یا سبز دستشونه. از من دلگیر نشید، ولی بدونید این قطعه های سفید کفن هست که در شهر مقدس کربلا زائرین میخرند و به ذریح مطهر آقا سید الشهدا سلام الله علیه متبرک میکنن. ولی ما که میدونیم اربابمون بی کفن در این قطعه دفن شده. و اما پارچه های سبز تهیه میکنن، متبرک میکنن به ذریحهای مطهر. وقتی برگشتن به خانه و موطن خودشون تیکه میکنن که من معمولا دیدم به اندازه یک مچ دست با پهنای 2-3 سانت اینها رو قیچی میکنن. هر عزیزی میاد به زیارتشون زیارت قبولی میگه یک قطعه از این پارچه سبز رو هدیه میدن و میگن که این متبرک شده ذریح مطهر آقا امام حسین، آقا ابوالفضل العباس، آقا امیرالمؤمنین، امامین جوادین در کاظمین و امامین عسکریین در سامراء است. ان شاء الله روزی شما هم بشه، شما هم تشریف بیارید همین کار رو بکنید. تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم سلام جان. سلام خدمت شما. عزاداریتم قبول باشه و همچنین عزاداری ها و اعمال و طاعات شما قبول باشه. از کجا تماس میگیرید؟ از افغانستان جان. افغانستان، افغانستان، افغانستان. خدا انشاءالله به حق آقا امیر المؤمنین اول مظلوم عالم تمام مظلومین افغانستان بلکه تمام مظلومین عالم رو از دست حکام جور نجات بده. به کربلا خوش اومدید. بفرمایید زائر آقا امام حسین علیه السلام باشید. سلامت باشین آجابه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الروح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما كنت وابك الليل والنهار الله جعل الله أفضل الأهلي مني بزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا باب الحوائج يا أبا الفضل عباس يا قمر بني هاشم السلام عليك يا بيبي زينب الكبرى السلام عليك يا بيبي فاطمه زهرا السلام عليك يا ام البنين السلام عليك يا مولا يا امير المؤمنين يا حيدر الكرار السلام عليك يا علي اكبر السلام عليك يا بيبي رقيه السلام عليك يا علي اصغر حسين السلام عليك يا افضل شهداء دشت کربلا يا مولا جانم ظهور مولای ما را بخیر با خوبی برسان الهی آمین ان شاء الله حاجت روا باشید تشکر آجی اول تماس دو خواهش میکنم اللهم عجل لولیک الفرج ان شاء الله حاجت روا باشید و خیلی زود مشرف بشید و از نزدیک ظاهر امام حسین علیه السلام باشید. جمعیت رو در تصویر ملاحظه فرمودید، بین الحرمین ماشاءالله. امکانش هست آقای کارگردان اون بین الحرمین به قول معروف تصویر وسیعی که داره نسبت تا حرم مطهر ماشاءالله. ببینید جای خالی پیدا میکنید، اگر جای خالی پیدا کردید مطمئن باشید این همون جای شماست. خیلی سریع مشرف بشید، هنوز 10 روز 11 روز تا اربعین مونده، خودتون رو برسونید به کربلای معلا و از نزدیک ظاهر امام حسین علیه السلام باشید. یه صحبتی هم با عزیزانی دارم که خودشون مشرف نمیشن، نمیتونن، امکانش رو ندارن، ولی الحمدلله رب العالمین به برکت آقا سید و شهدا و آقا امام زمان، به برکت این بزرگواران وسیله نقلیه دارن این عزیزان، امکان این رو دارم برای رضای خدا، برای خوشنودی آقا امام زمان کمک بکنن به اون زائرینی که دلشون میخواد مشرف بشن به کربلا، و حداقل کاری که میتونن بکنن کرایه ها گرانه، رسیدن به مرزها طول میکشه، ماشین کمه. شما برادر عزیزی که وسیله نقلیه داری کمک بکن، زائرین امام حسین علیه السلام رو بیار دم مرز و زائرینی که برگشتن از زیارت اونها رو برگردون لااقل به جایی که وسیله زیادتر هست و زائر اذیت نشه. مطمئن باشید ثواب خیلی زیادی داره این که کمک میکنه به زائر امام حسین علیه السلام. تصاویری رو که خدمت شما نشون داده میشه از این بابه که خودتون رو در این مسیرها، در این جمعیتها احساس بکنید، ارتباطتون قلبن با ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین، خاصه آقا سید و شهدا علیه السلام و برادر بزرگوارشون باب الحوائج الالله آقا ابوالفضل العباس سلام الله علیه، گره بخوره و هم در حق خودتون هم در حق دیگران دعا بکنید. انشاءالله همگی حاجت روا باشید. اللهم آمین. تماس بعد رو دریافت بکنید. سلام علیکم و رحمت الله. تعداد و عبادت های شما قبول باشه انشاءالله. و همچنین برادر بزرگوارم سلام علیه السلام ده.
خواهش میکنم بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. نیابت پدر مادر خواهر برادر قوم قبل افتاد فرزندان و کسایی که از ما التماس دعا کردن بد وارث به وارث کسایی که دستش از این دنیا کوتاست به نیابت همه از راه دور با قلب نزدیک زیارت میکنم و با عبدالله حسین علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکی آبا عبدالله، السلام علیکی ابن رسول الله، السلام علیکی ابن امیر المؤمنین و ابن سید الرسول، السلام علیکی ابن فاطمه الزهرا سیدت النساء العالمین، السلام علیکی سخدیجت الکبرا ام البنین. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیکی آبا مولای آبا عبدالله، صلی الله علیکی آبا مولای آبا عبدالله، صلی الله علیکی آبا مولای آبا عبدالله، السلام علیکی آبا عبدالله، ارواح التي حلت بفنائک عليكم مني سلام الله أبدا ما بقي وبقي ليل والنهار ولا جعل الله الآخر الأهل مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا مولاي يا أبو الفضل العباس يا خبري بهش يا فرزندي أمير المؤمنين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا أمير المؤمنين يا علي مشكلك. صلى الله عليك يا جميع البقية أيام البقية. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا فاطمة الزهراء، صلى الله عليك يا خديجة الكبرى، صلى الله عليك يا سيدة الكبرى، صلى الله عليك يا باب الحوائج يا موسى بن جعفر، صلى الله عليك يا إمام هادي نقي، صلى الله عليك يا الناصر العسكري، السلام عليك يا صاحب الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك خاطر البرهان، السلام عليك إمام سجان عجل الله فرج شريف. السلام عليكم جميعا. اللهم عجل وليك اللهم الفرج. عجل لوليك الفرج. يا الله خلف. یه سوال حاجی جان از شما دارم. سو فرمودید که منتظر دفترچه هاتون هستید. سلام علیکم. سلام علیکم آقای مخلف زاده، شب شما بخیر. وقت شما بخیر. خواهش میکنم، داشتم از حاج آقا سوال میکردم، فرمودن منتظر دفترچه هامون هستیم که انشاءالله مشرف بشیم کربلا. نیومده هنوز، پیگیری کردی؟ مال من اومده. آره حاج آقا پیگیری کردیم. مال من اومده، مال حاج آقا پسرم نیومده. انشاءالله مال من چهارشنبه اومده. یا الله انشاءالله مال حاج آقا و آقازاده هم میاد و از نزدیک همگی با هم با صحت و سلامتی زیارت میکنم. انشالله بفرمایید. سلام بدید. خیلی بدبخته ما. یا حسین یا حسین یا حسین یا عبدالله. کسی که امیرالمومنین و اولاد معصومشون رو داره هیچ وقت بدبختی نداره. شاید بدبختی داشته ولی بدبختی نداره. مایوس از رحمت خدا نشید. بفرمایید زیارت. بسم الله الرحمن الرحیم. از رای دور قلب فضیق زیارت تو بابا عبدالله آیل و سید الله سلام. به نیابت پدر مادر خواهر برادر پدر شوهر مادر شوهر خواهر شوهر برادر شوهر وارث به وارث بد وارث هر که التماس دعا کرده خدایا. آقای بلخلاف دیشب خانم زنگ زده تو رو خدا التماس دعای گرفتاری دارم، گرفتاریم برطرف بشه. یا حسین ان شاء الله هر که التماس دعا کرده خدایا. به نیابت شد زیارت منم قربت. السلام علیک یا ابا صالح المهدی ادرکنی. السلام علیک یا ابا صالح المهدی ادرکنی. آقا جان بیا بس دیگه، شیعه افغانستان خیلی رنج میبره، خیلی بدبخته. آقا جان بیا، آقا جان بیا. صلی الله علیه یا مولای یا ابا عبدالله، صلی الله علیه یا مولای یا ابا عبدالله، صلی الله علیه یا مولای یا ابا عبدالله. السلام علیکم یا ابا عبدالله، السلام علیکم ابن رسول الله، السلام علیکم یا خیرة الله و خیر، السلام علیکم ابن امیر المؤمنین و سید المسئین، السلام علیکم فاطمة الزهرا سید النساء العالمین، السلام علیکم حضرت خدیجة الکبرى سلام الله، السلام علیکم نار الله ابن ساره و الودت المنفور، السلام علیکم یا ابو الفضل العباس یا قمر بنی بنی هاشم یا ماه بنی هاشم یا ابو الفضل آقا تو بابالهای مرودت حسن الدین
یا حسین، این نظر طرف شیعای افغانستان بینداز آقا جان. یا حسین، سلام علیکم ولین برو به جون پسرت آبی بی جان قسمت میدیم، نظر طرف شیعای افغانستان بینداز، خیلی بدختنده همه کشور و بدختنده. الهی آمین، انشاءالله همه گی سلام علیکم، از دست ظالمان نجات پیدا بکنیم. پیام رسانی کربلا، السلام علیکم یا بی راقی، السلام علیکم علی اکبر حسین، السلام علیکم علی حسین، السلام علیکم یا حضرت قاسم امام حسن مجتبا، السلام علیکم یا امام حسن مجتبا، یا قریب بقی یا قریب اهل بقی، السلام علیکم یا امام جفر صادق، السلام علیکم حسین العابدین، السلام علیکم خد باقر، السلام الحسین و علا علی ابن الحسین و الاولاد الحسین و علا اصحاب الحسین، آقای بالخلاف ساده تو را خدا التماس دعا. ما شیعای افغانستان خیلی خیلی تغییر میشیم، هر جای خیلی بدبختیم آقای بالخلاف ساده. یا حسین، یا حسین، ما شیعه جفریم، نمیدونیم چرا هر جای ما تغییر میشیم، هر جای ما بدبختیم. انشاءالله هممون صاحب داریم، آقا عنایت میکنه، هرچه زودتر با اذن خدای تبارک و تعالی هر چه زودتر ظهور میکنند و انشاءالله. خواهش میکنم، حاجت روا باشید، قطعا دعاگو و نائب زیارتون خواهیم بود. ممنونیم از تماستون. یا علی مدد، خدا نگهدار شما، صلوات الله علیکم یا اهل بیت النبوه جميعا ورحمة الله وبركاته. يا حسين يا حسين، عاشقان آقا سید الشهدا رو ببینید، دارن مشرف میشن حرم مطهر آقا سید الشهدا، میرن به طرف بین الحرمین، حالا یا اینکه میرن به طرف باب قاضی الحاجات یا باب الشهدا که از اونجا وارد حرم مطهر بشن. انشاءالله نصیب و روزی همه عزیزان بکنه. تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. آقای میرخلاف شبتون بخیر. خوب شب شما هم بخیر باشه. انشاءالله سلامت باشید، عزاداری ها و اعمالتون قبول. بفرمایید از کجا تماس میگیرید؟ الهی آمین، از افغانستان این کابل. یا حسین، به کربلا خوش اومدید، بفرمایید زیارت کنید آقای امام حسین علیه السلام رو. سلامت باشین. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المومنین جمیع و رحمت الله و برکاته. آقای میر خلف زاده، من دو سه کلمه عرض با شما دارم. خواهش میکنم، انشاءالله که شنونده خوبی باشم و کاری اگر از دستم بر بیاد انجام بدم، در خدمتم، فقط کوتاه باشه انشاءالله. چشم. خواهش میکنم، بفرمایید. آقای میر خلف زاده، در افغانستان ویزای عراق بند است، اما سرکاروان ما رفتن ایران، در ایران ویزای کربلا، ویزای عراق در بدل 120 روز. ما افغانی ها بسیار بدبخت هستیم، بدچانس هستیم در اربعین حرم آقا باشیم، اما از کدام طریق ما پیش بریم؟ در را در روی ما بسته است. انشاءالله انشاءالله تحصیلاتی آماده میشه و تصمیماتی اتخاذ میشه، همینطور که در اخبار هم و دیشب خدمت همه عزیزان بیننده عرض کردیم. خدا رو شکر مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام که یکی از مراکز وابسته به مرجعیت شیعه حضرت آیت الله العظما حاجی صادق حسینی شیرازی هست، نامه ای ارسال کردن به وزیر داخلی کشور عراق و در اون نامه تصریحاً اسم آورده شده که
برای زائران افغانستانی، همینطور که راه‌های هوایی باز شده برای زائرینی که قدرتش رو ندارن و از راه زمینی میخوان وارد بشن، تمهیدات بشه و این عزیزان هم بتونن از راه‌های زمینی از طریق کشور ایران وارد کشور عراق باشه. انشاءالله پیگیری داره میشه، دفاتر و مؤسسات مختلفی در حال پیگیری هستن از این درخواست‌ها. فقط یه دونه درخواست نبوده، مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام درخواست داده، بقیه مؤسسه های وابسته به دفتر مرجعیت شیعه در کربلای معلا این درخواست ها رو کردن. انشاءالله ترتیب اثر میدند و همه عزیزان زائر، فرقی نمی کنه، از افغانستان، از کشور ایران، از امریکا، از هر جایی که هست، اونها هم بتونن به راحتی بیان زیارت. و این موارد قبلا انجام شده و یک مرز مثلا در کشور کویت بیشتر باز نبود، به واسطه همین درخواست ها مرز دومی هم باز شد برای بقیه اتباع، هم این درخواست ها شده. انشاءالله همش به نتیجه میرسه و همه زائران، خواسته زائرین عزیز افغانیمون هم به کشور عراق و زیارت آقا سید و شهدا مشرف میشن. ما مرتب تحت قبه نورانی برای همه عزیزان دعاگو هستیم. ممنونیم از اینکه باز دوباره فرمودید، ولی مطمئن باشید پیگیری هستیم. خدا هم به شما جزای خیر بده، خودتون هم مرتب پیگیری بکنید انشاءالله. تماسشون قطع شده؟ آها بله، جوابشون رو از طریق تلویزیون گرفتن، الحمدلله رب العالمین. انشاءالله همه شون رو، همه عزیزان به راحتی مشرف بشن و از نزدیک زائر امام حسین علیه السلام باشن در کربلای معلا. تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام آقای میرخلف‌زاده. و علیکم السلام. بفرمایید از کجا تماس میگیرید؟ ممنونم، متشکر. من کردم عزیمی هستم از مشهد مقدس. سلام الله علی علی ابن موسی الرضا علیه آلاف التحیت و الثنا. بفرمایید زیارت کنید آقا امام حسین رو. جانه من یکی از همسایه هامون بچهش تو کماه، ازتون میخوام تو خدا اللهم آمین. چشم، حتما تا شما سلام میدید خدمت آقا سید و شهدا علیه السلام. من هم عرض میکنم همه بینندگان عزیزمون همین الان آیه شریفه امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء رو به نیت سلامتی همه بیماران، به ویژه این بیمار عزیز، قرائت بکنن و سلامتیشون رو از خدا و آقا امام حسین علیه السلام بخواهن. خواهش میکنم. یه قولم به ما بدید که صداتون به کربلا رسیده، هر اونچه که مشرف شدید حرم آقا علی بن موسی الرضا، ما و بینندگان محترم شبکه امام حسین رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. متشکر آقای میرخلف. آقای میرخلف داده اسمش امیرعلیه. چشم امیرعلیه. انشاءالله انجام وظیفه میکنم عزیزان بیننده هم. آقای میرخلف داده شوهرم هم معلول، خودم هم معلول، هم میخوام شوهرم هم با شما صحبت کنه. گوشی خدمتون باشه. خواهش میکنم. الو سلام کن. علیکم السلام برادر علو. بزرگوارم آمری هستم، علیرضای آمری. به کربلا خوش اومدی آقا علیرضا. بفرمایید زیارت کنید با امام حسین رو و با آقا امام حسین درد و دل کنید. السلام علیکم یا ابوالفضل عباس، السلام علیکم یا اصحاب حسین، السلام علیکم یا اولاد حسین. بیارت میکنم قبر حسین، قبر شیش گوشه امام حسین را
السلام علیک یا ابا عبدالله. بای قبول باشه زیارتتون انشاءالله حاجت روا باشه. انشاءالله که در نزدیک شما رو زیارت کنم. خدا حافظ. انشاءالله از نزدیک ظاهر آقا امام حسین آقا ابوالفضل العباس باشید. با هم افتخار این رو داشته باشیم در خدمت شما باشیم. خواهش میکنم. این همسایه ما را داشت کنه که خدا شفاش بده. اللهم آمین. چشم چشم به حق آقا علی اکبر. انشاءالله تمام بیماران به ویژه این بیماری که فرمودید در کما هستش انشاءالله خیلی زود لباس عافیت بپوشه و از حالت کما خارج بشه و سلامتی کامل همه بیماران داشته باشن. تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام، خوشحالتون بخیر باشه انشاءالله. وقت شما بخیر. راه دو سلامت باشین انشاءالله، همیشه پایدار باشین و صحیح و سالم باشین. و همچنین خواهر بزرگوارم من از شیراز زنگ میزنم. جانم جانم از شیراز شهر آقا احمد ابن موسی شاه چراغ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا رسول الله. السلام علیک یا امیر المؤمنین. السلام علیک یا فاطمه الزهرا. السلام علیک یا ام المؤمنین حضرت خدیجه. السلام علیک یا 14 معصوم. السلام علیک یا 5 تن آل عبا. السلام علیک یا ابوالفضل. السلام علیک یا ابوالفضل. یا ابوالفضل دخیلم. یا ابوالفضل دخیل دخیل دخیل. یا ابوالفضل اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یا رسول الله. یا حسین الشهید. یا حسین الشهید. ما آرزو داریم بیایم. ما آرزو داریم ان شاء الله. ببین به خدا آرزو داریم. آرزو داریم تحت قوه میری ما رم دعا کن آقا میخلف زاده. حتما ان شاء الله. ان شاء الله دعاگو و نائب زیاره همه عزیزان هست. شما هستیم. شما بزرگواری. ممنونم از لطفتون. من متوقع هستم همینطور که دعاگوی ما و پرسنل محترم مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام هستید، دعاگوی بینندگانمون هم در حرم مطهر شاه چراغ باشید. همه رو دعا میکن. خدا به شما جزای خیر بده. ممنونیم از لطفتون. حاجت روا باشید. اللهم عجل لولی کل فرج. انشاءالله حاجت روا باشید. خیلی تشکر میکنم از ابراز لطف شما عزیزانی که از مشهد مقدس، قم مقدس و شهر شیراز، از شهر ری، از کنار بقاع متبرکه امامزادگان و نوادگان پیامبر اکرم و ائمه اطهار با ما تماس میگیرید و میفرمایید دعاگو هستید. خدا به همگیتون جزای خیر بده و مطمئن باشید ما هم در کربلا دعاگوتون هستیم. تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. من میخوام دعا کنم. بفرمایید خواهرم. بفرمایید ادامه بدید. تماسشون هنوز هست این خواهرمون؟ خب متاسفانه تماسشون الان قطع شد بعد از این سکوت طولانی. انشاءالله آقا امام حسین حاجت دلشون رو بده و خیلی زود اطلاع بدن که دریافت کننده حاجتهاشون بودن. اللهم آمین. کمتر از 10 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه. ببینیم
رزق چه عزیزان دیگری هست که صداشون به کربلا برسه. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. خواهر بزرگوارم، عزاداری ها و طاعاتتون قبول باشه انشاءالله. سلام علیکم. علیکم السلام. از ایران کربلا آقای امام حسین. بفرمایید زیارت کنید. تماس این خواهرمون هم قطع شد. اجازه بدید به اندازه چند لحظه رو به گنبد آقا سید الشهدا قرار بگیرم، به نیابت از همه عزیزانی که تماسشون یا موفق میشه یا قطع میشه عرض بکنم صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله، السلام علیک و علی جدک و ابیک و علی امک و اخیک و علی الائمه من بنیک، السلام علیک و علی اولادک و اخوانک و اخواتک و اصحابک، السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. گرچه من وقتی توفیق زیارت پیدا میکنم همه شما عزیزان شریک هستید در زیارت بنده، ولی خب دیدم دو تا تماس پشت سر هم نتونستن سلام بدن، برای همین اجازه گرفتم و به نیابت از همه عزیزان سلام دادن. سلام علیکم و رحمت الله. زائر محترم صدای بنده رو دارید؟ لطف کنید تلویزیونتون رو صداش رو تا آخر ببندید. زائر محترم صدای بنده رو دارید؟ سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام. به کربلا خوش اومدید. قبول حق باشه اعمال شما. به کربلا خوش اومدید. بفرمایید زیارت آقا سید الشهدا علیه السلام. هارونی هستم از اصفهان. خیلی خوشحالم که امشب هم صدای شما به کربلا رسید جناب آقای هارونی. سلامت باشید. سلامت صلی الله علیک یا عبدالله الحسین، صلی الله علیک یا عبدالله الحسین، صلی الله علیک یا عبدالله الحسین. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکات. السلام علیک یا سایی از جانب کربلا ادرکنی. التماس دعا قبول باشه زیارتتون. انشاءالله آمین خلاصا. انشاءالله من پرداشتم آزمه کربلا. یا الله الحمدلله رب العالمین. خوشحال شدیم. التماس دا. حتما حتما انشاءالله به صحت و سلامتی برسید. میخوام به کسان دیگه استفاده بکنن. التماس دا. التماس دا. خدا خیر به شما بده. ممنونیم. حاجت روا باشید یا علی مدد. خدا نگهدار شما. تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. الو. خواهر بزرگوارم صدای بنده رو دارید؟ سلام علیکم. سلام علیکم آقای من خلاف صدای بزرگوارم. شما بخیر. وقت شما بخیر. همچنین از شما هم قبول باشه. بفرمایید زیارت آقا سید الشهدا علیه السلام. چشم دستان درد نکنه. بسم خواهش. الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا نبی الله، السلام علیک یا امیر المؤمنین و ابن سیدنا والسین، السلام علیک فاطمه الزهرا سیده النساء العالمین، السلام علیک خدیجه الکبرى ام المؤمنین، السلام علیک یا ابا عبد الله ارواح التي حلت بفنائك، علیکم مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا مجاله الله ولا احد من زيارتكم، السلام على الحسين ولا علي ابن الحسين ولا اولاد الحسين ولا اصحاب الحسين ولا زينب الحسين ولا عزيز الرقيه الحسين ولا عباس الحسين ولا زوار الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا إمام الزمان، يا شريك القرآن، يا خليفة الرحمن، إمام إنس وجان،
السلام علیک یا عباس ابن علی، السلام علیک یا دوازده امام معصوم، السلام علیک یا افراد تن شهید کربلا، ان شاء الله در دنیا زیارت در آخر شفاعت. الهی آمین. خدای ما رو برسان، گناهای ما رو ببخش، بیامرز خدایا، کمک ما کن خدایا، عاقبت بخیر، خدایا ارحم الراحمین، از سر تقصیر ما بگذر خدا جان. الهی آمین. مولای ما رو برسان، مردای ما رو ببخش. الهی آمین. دستتان درد نکنه آقای من. قبول باشه زیارتتون ان شاء الله. تشکر، ممنون. شب بخیر، خدا نگهدار. یا علی مدد، خدا نگهدار شما و همه عزیزان عاشق آقای امام حسین و پدر و مادر و اولاد معصومشون و برادراشون باشن. اللهم آمین. تماس بعد رو دریافت بکنیم با توجه به اینکه کمتر از 5 دقیقه 4 دقیقه اصلا فرصت داریم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم، خسته نباشین، زیارتتون قبول. اعمال و زیارات و عزاداری های شما هم انشاءالله قبول باشه. به کربلا خوش اومدید. بفرمایید از کجا تماس میگیرید؟ من از اصفهان تماس میگیرم. الان دارم نامه شما رو میبینم. الحمدلله رب العالمین. خیلی خیلی التماس دعا داریم برای خانمایی که واقعا نابار برم دعا کنید. یا حسین. بفرمایید زیارت کنید، از آقای امام حسین بخواهید. ما هم در مطلع برنامه پیام عزیزانی رو که نابارور بودند و اولاد نداشتن رو خدمت عزیزان و آقای امام حسین عرضه کردیم. بفرمایید زیارت. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، الیک منی سلام الله، بعد ما بقیت و بقی لیل و النهار، فلا جعله الله آخر عهد منی لزیارتک. السلام علی و علی ابن المسلم و علی اولاد المسلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. التماس دعا خیلی، شبتون بخیر، خدا حافظ. قبول باشه زیارتتون انشاءالله، حاجت روا باشید. در حدود 2 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه و این 2 دقیقه پایانی همیشه مربوط به دعای فرج مولامون آقای امام زمان هست. آماده اید؟ رو به قبله و عرض بکنیم بسم الله الرحمن الرحیم. الهی عظم البلاء و برح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي، يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان، الغوث الغوث الغوث، أدركني أدركني أدركني، الساعة الساعة الساعة، العجل العجل العجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. إن شاء الله همگی حاجت روا باشید. إن شاء الله خیلی زود شما رو در کربلای معلا با صحت و سلامتی ببینیم. امیدواریم زنده باشید و باشیم تا فردا صبح ساعت 9:30 صبح به وقت کربلای معلا. یا علی. شدم غم تو موندم، آخرش مردم با پیرنه سیاه کفن شدم. یا حسین کرب و بلا، یا حسین کرب و بلا، باز ببین اومدم با یه چشمان خیز جز به گریه کنان. آقا اسممو